هر بره با ربا خوش اومدید به چهارمین قسمت از آموزشمون از سری ویدیوهای آموزش زبان ترکی استانبولی از صفر صفر با کتاب ینی استانبول ساعت آ توی این قسمت ویدیویی میریم سراغ قسمت ب از فصل یک کتاب ینی استانبول خب میدونید که فصل یک اسمش مرحبا هست سلام قسمت ب از فصل یک الفا ب الف با ما در قسمت باشلانگیج حروف الفبا با رو خوندیم اما توی این قسمت میخوایم علاوه بر اینکه که حروف الف با رو یک مروری کنیم کلمات و عبارت بیشتری رو یاد بگیریم پس تا انتهای این ویدیو همراه هم باش که این ویدیو هم مثل ویدیوهای قبلی قطعا برات آموزنده خواهد بود خب دیل برگیسی یعنی دستور زبان که اینجا برامون نوشته دستور زبان من این قسمت رو براتون بزرگ میکنم نوشته 29 حرف ورده. در زبان ترکی بیست حرف وجود داره. بونلارین سکیزی یونلو حرف یرمی بیری یونسوز حرف تیر. میگه 8 ی اینها حروف صدا دارن. بیس یکیشون حروف سامت هستن. بی هستن. یونلو یعنی صدادار دار. یعنی بی صدا. خب. این یه بار میخونم براتون قطعا. شما هم یاد گرفتید. پس با من تکرار کنید. آ ب ج C D E F G yumuşak G H I I J K L M N O

خب همطور که دارید اینجا میبینید ما 29 حرف حروف الفبا رو خوندیم دیگه که از این 29 حرف 21 حروف سامت یا بی صدا هستن 8 تا حروف صدا که اینجا براتون مشخص کرده چی کادر سبز رنگ براتون مشخص کرده که توی جدول پایین هم اومده نوشته این رو یاد گرفتید یعنی حروف صدادار که به دو دسته تقسیم میشن کالن اینلولر آ ا او او, او،, او. که اینجا این لولر هم میشن ا ای, ای 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 ای. گفتیم این دوتا دستبندی از مهمترین دستبندی هایی هست که شما باید بلد باشید در دستور زبان از این به بعد هر چه زیاد بگیریم که میدونید زبان ترکی استانبولی زبان پسوندست هر پسوندی بخواد اضافه بشه به کلمه به بن فعل حتما باید نگاه کنید ببینیم آخرین حرف صدادارش جزء کدوم گروه حروف صدادار هست مثل اینجا که دارید میبینید و بعد با توجه به اون حالا بیاین پسوند مورد نیاز رو بهش اضافه کنیم پس خیلی در یادگیری این مورد وسواس به خرج بدید که به خوبی یاد بگیرید این از حروف صدادارمون پس به دو دسته تقسیم میشن و اما این سوزلر رو اینجا برامون نوشته این سوزلر که میشه حروف سامت یا بهتر بگیم بدون صدا اینا چی هستن؟ اینا رو نوشته اما یه دسته بندی دیگه که خیلی مهمه در مورد حروف بی صدا میخوام یاد بگیرید چون بعدن که پس بندی یاد بگیریم نیاز داریم بهش هشت تا حرف هست که در واقع من اینجا براتون می نوشم. یا بهش میگیم فیستیکچی شهاب یعنی اینجوری مینویسیم نویسیم ف س ت ک چ ش ه پ هشت شهاب من به زبون فارسی هم براتون روبروش مینویسم که این جمله رو حفظ کنید فیس تیک چی شهاب اگر اینا حروف صدادارش رو بردارید حروف بی صداش باقی بمونه میشه این هشت حرفی که خیلی خیلی مهم من در زبون ترکی استانبولی این یکی از راه های کود گذاریه یا اینکه همین هشتا حرف رو به این شکل میتونید حفظ کنید یعنی کدش رو اینطوری تو ذهنتون بذارید چس پ ته کفش حالا حروف رو به ترتیبی که اینجا نوشتیم می نویسیم من با رنگ سبز براتون می نویسم. چی نوشتم؟ چس پ پس چه سه پ می نویسم چه سه پ ته ه ك ف ش میبینید همه اون حروف بالایی هست درون این هم اما به دو شکل هست یعنی اصل کار اینه که این شما این هشتا حرف رو بلد باشید که این حروف میشن حروف سرد سرد اون یعنی حروف بی صدای سرد یا سرد حالا معنی سخت میده که اینو رو باید بلد باشید اگر تای کلمه یکی از این حروف قرار بگیرن حتی اون پسوندی که میخواد بهش اضافه بشه هم شکلش تغییر میکنه که به این گروه میگیم سرد که گفتم یا به این شکل میتونید حفظ کنید یا به این شکل فرق نمیکنه هشت حرفه که شما من دو تا کدگذاری براتون گذاشتم هر کدوم خواستید میتونید حفظ کنید فقط این حروف رو باید به خوبی تو ذهنتون بذارید خب بعد بریم سراغ قسمت یک از شدگی باشلوکلاری سرسیله حرفلرله میگه جای خالی که در پایین قرار دارن رو به ترتیب با حروف پر کنیم خب ما حروف رو یاد گرفتیم دیگه پس به ترتیب میخوایم پر کنیم حروف الف با که من اینجا حروف رو مینویسم یاد گرفتی دیگه حروف الف با رو پس بخونید با من آ ب ج چ د ا ف گ یوموشک ه I, G, K, L, L, M, N, O, E, P, Ré, C, Ché, T, O, U, U, V, Y Z. این از 28 حروف الفبا که به ترتیب اینجا نوشتیم بریم سراغ تمرین بعدی کنوشما کنوشما یعنی صحبت کردن که چی به ما میگه؟ آدمزن قسمت کنوشما که میشه الان قسمت مکالمه و قسمت صحبت کردن نوشته آدمزن حرف لرینی سویله و یازالیم. یعنی حرفهای اسممون رو بگیم و بنویسیم مثل اینجا آد یعنی اسم سلسلتیم یعنی تلفظ خب مثلا اسم مهمت که اومده یکی نوشته م ه, -ه م -ه ت حالا من میخوام بنویسم شادی شادی حالا میخوام یکی یکی حروف اسمم رو بنویسم مینویسم ش آ ای حواستون باشه حرف ای بزرگ و کوچیکش هر دو نقطه داره خب این از این قسمت بریم سراغ قسمت بعدی یازما یعنی نوشتن نوشتار خب اینجا برای مهارت نوشتاریمونه چی از همون میخواد نوشته آشدگی بشلوکلارا یعنی کلمه لر یا ظلم. یعنی توی جاهای خالی کلمات جدید بنویسیم اولی آ مثل آرکاداش خودش نوشته آرکاداش من یکی یکی بزرگ میکنم و برای اینکه گنجینه لغات شما هم بیشتر و بیشتر بشه کلمات جدید رو اضافه میکنم اینجا آ مثل آرکاداش یعنی دوست آ مثل آنه یعنی مامان مادر ب مثل بابا یعنی بابا ب مثل بیلت یعنی بیلیت ج مثل جویز یعنی گردو ج مثل جپ جپ یعنی جیب چه مثل چجوک یعنی بچه چجوک یعنی بچه دیگه چی میتونیم بگیم؟ چه مثل چیچک یعنی گل د مثل درس یعنی درس کلاس درس د مثل دوار یعنی دیوار ا مثل ایو یعنی خانه ا مثل او یعنی خانه ا مثل الما یعنی سیب ف مثل فاره یعنی موش ماوس کامپیوتر هم میشه فاره ف مثل فیل یعنی فیل گ مثل گل یعنی گل که مترادف چیچک است که اینجا نوشتم حالا گ مثل گل گل یعنی دریاچه حواستون باشه ها گل میشه دریاچه یه گل فوتبال هم قبلتر یاد گرفتید غیر از این کلماتی که اینجا میبینید گل یعنی گل گل مثل چیچک این گل هم یعنی دریاچه یه گل یاد گرفتید که برای فوتبال استفاده میشه یادتون اومد نوشتارش با اینجا با این چیزایی که اینجا نوشته شده فرق داره اگه یادتون اومد توی کامنت ها بنویسید چک میکنم کلمه بعدی آت مثل درخت آت یعنی درخت خب یه مشاکه گفتیم هیچ موقع ابتدای کلمه نمیاد و هیچ کلمه با شروع نمیشه یا وسط کلمه میاد یا انتها آت یعنی درخت یه مثال دیگه براش میزنم من به عنوان مثال مینویسم دا یعنی کوه دا یعنی کوه ه مثل هاوچ هاوچ یعنی هویج ه مثل هابر یعنی خبر یاد گرفتید دیگه توی ویدیوی قبلی نه هابر یادتون اومد میگفتیم نابر همین هابر هست یعنی خبر ازگاره یعنی کبابی ازگارا او مثل اولک یعنی معتدل اولک یعنی معتدل ولرم میبینید او هست او بعدی ایش یعنی کار ایش یعنی کار ای مثل اینجیر اینجیر یعنی انجیر میبینید کشیده تلفظ میشه ژ مثل ژیلت ژیلت تیغ ژیلت ژ مثل ژاپن یا ژاپن یا یعنی کشور ژاپن ژاپن یا کشور ژاپن که مثل کلم یعنی قلم مداد که مثل کتاب یعنی کتاب خب بین سراغ بقیه ل مثل لاله به معنی لاله گل لاله دیگه چی؟ ل مثل لیمون یعنی لیمو م مثل ماسا به معنی میز دیگه چی میتونیم بگیم؟ میوه میوه میشه میوه به همین راحتی میوه نه مثل نماره یعنی شماره دیگه چی؟ نه مثل نار یعنی انار او مثل اتوبوس یعنی اتوبوس اودا یعنی اتاق او مثل اورتمن یعنی معلم دیگه چی میتونیم مثال بزنیم؟ اورنجی یعنی دانش آموز یا دانشجو اورنجی پ مثل پارا یعنی پول دیگه چی میتونیم بگیم؟ پارا یعنی پول پنجره پنجره یعنی پنجره ر مثل رسیم یعنی تصویر نقاشی ر مثل رادیو میبینه چقدر کلمات آسونن رادیو یعنی رادیو چقدر مشترک به زبون فارسی داره سه مثل ساچ یعنی مو دیگه چی؟ سو یعنی آب به همین راحتی آب میشه سو ش مثل شیشه یعنی بطری دیگه چی؟ ش مثل شکر شکر یعنی قند حواستون باشه شکر یعنی قند ت مثل تاحتا یعنی تخته ت مثل توپ یعنی توپ او مثل اوچاک یعنی هواپیما اوچاک یعنی هواپیما اوزون یعنی بلند کلمه جدید اوزون یعنی بلند طولانی او مثل اوتو یعنی اوتو او مثل اولکه یعنی کشور اولکه یعنی کشور و مثل وازو یعنی گلدان دیگه چی میتونیم بگیم؟ والیز هم یعنی چمدان والیز یه مثل یمک به معنای غذا یه مثل یول به معنی راه مسیر یول و آخری ز مثل زیتین یعنی زیتون و کلمه بعدی زیل به معنای زنگ زنگ تلفن زنگ در رو بهش میگیم زیل زنگ خب این هم از این حروفی که اینجا با هم مرور کردیم و کلمات رو براش نوشتیم کلمات جدید رو بریم سراغ تمرین بعدی اشتادکی کاریشی کارفلری دوزن لیلیم و کلیملری Yazalım میگه حرف های در هم که در پایین قرار دارن رو مرتب کنیم و کلمات رو بنویسیم برامون در هم اینجا یه سری حروف رو نوشته پس می نویسیم کالم می بینید از همین حروف به هم ریخته که اینجا گذاشته بود استفاده کردیم کالم بعدی چیه میز رو داریم می بینیم حروف رو هم اینجا برامون زده چی میخوایم بگیم ماسا یعنی میز بعدی پاک کن رو داره نشون میده باید تشخیص بدیم چیه سیلگی میشه پاک کن بعدی چی داریم میبینیم فرهنگ لغت حروفش هم اینجا برامون نوشته پس میشه شز لوک، فرهنگ لغت و آخری در رو میبینیم در میشه چی کپو کپو یعنی در بعدی خب چی داریم میبینیم اینجا تخته برای اون حروف در هر رو نوشته، درستش میکنیم. مینویسیم، تا، بعدی چی داریم میبینیم، کتاب داریم میبینیم دیگه، کتاب، بعدی داریم دفتر میبینیم. چیه دفتر چی میشه؟ دفتر، بعدی کیف داریم میبینیم. اینجا حروفش رو نوشته برامون. میتونید حدس بزنید دیگه چانتا و آخری کامپیوتر میشه. بیلگی سایار من این پایین براتون می نویسم بیلگی سا یار و اینکه جا بشه پایین نوشتم خب اینو از این تمرین بریم سراغ تمرین صفحه بعدی این صفحه رو کامل انجام دادیم صفحه بعدی دینلمه که مهارت شینیداری هست اینجا الفابه حروف الف با نوشته دینلیلیم و یزلیم دینلیلیم و یزلیم یعنی گوش کنیم و بنویسیم گوش کنیم و بنویسیم خب همچه که میبینید اینجا شماره دو را زده که فایل صوتی شماره دو رو باید بذاریم و گوش کنیم و اینها رو بنویسیم اینجا که می بینید اینجا حروف الف رو نوشته و از ما میخواد کلماتی که توی فایل صوتی گفته میشه رو با دقت گوش کنیم و کلمات رو بنویسیم خب من این قسمت رو برای سطح اول رو میذارم گوش کنیم یکی یکی دینلمه ایکی دینلمه 2 دینلمه شماره دو ایکی که میبینید اسمش رو گفت اسم این قسمت رو دینلمه ایکی حالا یکی یکی این حروف الف با رو براش کلمه میگه اولین کلمه رو گوش کنید آرابا 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 من کلمه کامل رو اینجا می نویسم آرابا یعنی ماشین کلمه دوم ببک ببک یعنی نوزاد ببک یعنی نوزاد کلمه سوم جتول 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 یعنی خطکش جت ول. می بینید اینجا ا خونده شد اما این یکی ا خونده شد توی ویدیو اول گفتیم یه سری حروف هستن که بعد از ا بیاد باعث میشه که گاهی اوقات ا ا خونده میشه که اونجا دو تا از حروف رو یاد گرفتید یکی از حروف هم حرف ل هستش اما همیشه صرف نمی کنه و در اکثر موارد در 80 درصد موارد اگر بعد از حرف ا ل بیاد ا ا خونده میشه مثل اینجا جت ول. کلمه بعدی چانتا 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 یعنی کیف بریم سراغ کلمه پنجم دنیز دنیز یعنی دریا دنیز یعنی دریا کلمه بعدی الما الما یعنی سیب الما سیب فندق ف مثل فندق فندق یعنی فندق فندق میبینید نمیگم فندق حواستون باشه نقطه نداره محکم تلفظ نکنید خیلی راحت فندق فندق یعنی فندق کلمه هشتم گز 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 یعنی چشم گز چشم بریم سراغ کلمه نهم حالو 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 یعنی فرش از همون قالی میاد که توی زبان فارسی هم گفته میشه قالی همون فرش حاله حال دقت کنید ای کوتاه حال کلمه بعدی که میشه کلمه دهم ده اسپانک اس پا ناک میبینید ای کوتاه اسپانک اسپانک یعنی اسفناج اسپناک کلمه یازدهم اینک 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 میبینید اینک نقطه داره کشیده تلفظ کنید اینک کلمه دوازده جتون جتون یعنی جتون یه یعنی نوعی پولک فلزی و غیر فلزی که توی دستگاه میندازن رو بهش میگن جتون کلمه بعدی کلمه سیزدهم کپک 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 یعنی سگ کپک کلمه چارده لیمون لیمون, لیمون یعنی لیمو کلمه بعدی چهاردهم هم مردیون. مردیون مردیون یعنی پله مردیون بریم سراغ کلمه شونزده هم نار نار یعنی انار می نویسم نار یعنی انار بریم سراغ کلمه هفته با او شروع میشه اتوبوس 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 حواستون باشه دیدی تلفظ اتوبوس کلمه هیجده اردک 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 میبینید او نقطه داره اردک یعنی اردک کلمه نوزده پرتکال 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 یعنی پرتغال و کلمه بیستم رادیو 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 یعنی رادیو بریم سراغ کلمه بیست و یک ساعت 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 یعنی ساعت بیست و دو شمسیه شمسیه چتر شمسیه یعنی چتر بریم سراغ کلمه بیست و سه تاوک 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 یعنی مرغ کلمه 24 اوچک 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 یعنی هواپیما بریم سراغ کلمه 25 üzüm 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 یعنی انگور میبینید ü نقطه دار هست üzüm کلمه 26 واگن 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 قطار واگن کلمه بیست و هفت یلدز 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 یعنی ستاره و کلمه بیست و هشت زرافه 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 فا یعنی زرافه خب همطور که دیدید اینجا 28 کلمه نوشتیم 28 کلمه ای که اینجا حروف الفبا رو برامون گذاشته بود و باشون شروع شده بود یکی از حروف نبود چی بود یوموشاگه گفتیم که حرف یوموشاگه هیچ کلمه ای در زبان ترکی استانبولی باش شروع نمیشه به خاطر همین ما اینجا با 28 حرفی که کلمه داریم یعنی باش کلمه شروع میشه اینجا کلمات رو نوشتیم و فقط یوموشاگه رو ننوشتیم خب بریم سراغ صفحه بعدی بسلوکلاری دلدرالم یعنی جای خالی رو پر کنیم چی نوشته برامون اینجا بسلوکلاری دلدرالم خب اولی نوشته میبینید که تقویمه اون مایس که ده مایس رو داره نشون میده ماه مایس که روزها رو نوشته گنلر روزها چی میخواد از ما؟ همینطور که میبینید اونجا حروف جامونده رو این قسمت برامون نوشته توی این کادر و حالا از ما میخواد که جایگذاری کنیم من این بزرگ میکنم که هم شما ببینید هم خودم بتونم داخلش بنویسم خب اولی گنلر روزای هفته با چه روزی شروع میشد؟ با دوشنبه دیگه پس دوشنبه میشه چی؟ پازارتسی آ می نویسیم. پازارتسی اولی رو نوشتیم دومی روز دوم از هفته چیه ساله ساله که میشه سه شنبه پس اولین روز پازار تسی دومین روز ساله که میشه سشنبه. سه شنبه سومین روز چیه من سرم خط میزنم سومین روز چیه چهارشنبه چهارشنبه یعنی چهارشنبه شعر رو هم استفاده کردم چهارمین روز پرشنبه پرشنبه پنجشنبه، پنجمین روز جما، جمعه، جمعه ششمین روز جمارتسی یعنی شنبه و آخرین روز هفته پازار که میشه یک شنبه گفتیم هفته از روز دو شنبه شروع میشه پازارتسی سال چهارشنبه پرشنبه جما، جمعه جمارتسی پازار خب قسمت بعدی چی؟ آیلار یعنی ماها خب اینجا ما باید ماها رو بنویسیم که اینجا دوازده ماه سال رو نوشته از ماه اجاک که اولین ماه سال هست آیلار یعنی ماها یکی یکی باید با توجه به ماهایی که توی این کادر برامون قرار داده اینا رو جایگذاری کنیم ساله هم که بالا نوشته سهشنبه خب اجاک ماه اوله خب بعد از ماه اوجاک چیه؟ ماه دوم چیه؟ شوبات جا خالی که میبینید این جا خالی شماره هفت بود اینجا شماره هشته حواستون باشه این شماره جای جا خالی این تمرینه که براتون گذاشته پس ماه دوم میشه شوبات ماه سوم مارت نیسان مایس بعد از مایس چیه؟ هزیران هزیران می نویسیم. پس شوبات و حاضیران رو نوشتیم تموز بعد از تموز آستوس آستوس یعنی آگست ماه آگست ایلول ماه سپتامبر و شماره یازده ماه تولد من اکیم اکیم که میشه همون ماه اکتبر و بعد کاسم آرالک این هم از دوازده ماه سال یه بار با من تکرار کنید اوجاک شوبات مارت نیسان مایس هزیران تموز آستوس ایلول اکیم کسم آرالک خب اینا رو هم تمرین کردیم بریم سراغ این قسمت بوسلوکلارو دولدورالم یعنی جاهای خالی رو پر کنیم خب اینجا چهار فصل سال رو برامون گذاشته شما قبلتر یاد گرفتید بریم که با هم دیگه تمریناتش رو انجام بدیم ایلک بهار چه ماهایی توی ماه بهار هستن ایلک بهار یعنی بهار مارت مارت نیسان مایس این سه تا ماهی هستن که در فصل بهار هستن مارت نیسان مایس یاز یعنی تابستان زیر تصویر گذاشته براتون ماه ها رو چه ماه هایی را شامل میشه هزیران تموز هزیران تموز آستوس و سونبهار که میشه پاییز ماه ایلول، اکیم، کسم و کش که میشه زمستان شامل سه ماه آرالک اوجاک و شوبات هست پس اینجا چهار تا فصل رو هم یاد گرفتید ایلک بهار بهار یاز تابستان سون بهار پاییز کش زمستان که هر سه ماه رو برای هر فصل نوشتیم اینجا بریم سراغ تمرین شماره هشت اعداد رو یاد گرفتید مفصل در ویدیوی دوم پس میخونیم و میریم سراغ تمرینتش بیر ایکی ایچ درت بش آلت یدی سکیز دوکوز اون شماره یک تا ده رو خوندیم اون بیر شماره یازده اون بیر گفتیم اول ده کان بعد یک کان اون بیر اون یکی اون اوت اون دورت اون بش اون آلت اون یعنی شونزده اون یدی هفته اون سکیز اون دکوز. یرمی

و ما بریم سراغ این قسمت که گفته اعداد رو بنویسیم خب به حروف برامون نوشته اونیکی میشه چی اونیکی میشه 12 می نویسم اونیکی 5 25، 26، 23 20 س اون, اون دا 7 هفت اون سکیز 26 26 استشیش اوتوز سی ایکی دو دو عدد نه بیر یک اون آلت اون آلت یعنی شونزه که میشه ده شیش خب چون توی ویدیو دوم مفصل شما مبحث اعداد رو یاد گرفتید به خاطر همین به شکل مرور به این عدد نگاه میکنیم و میریم جلو عدد 13 چی میشه حالا میخوایم به حروف بنویسیم 13 یعنی شما باید ده کان رو بنویسید کنارش یک کان 13 میشه 10 و سه دیگه اون بچ شماره 11 چی میشه اون ده یک اون بیر شماره 22 میشه 20 یرمی ایکی 22 شماره 4 دورت پونزده میشه ده پنج اون بش شماره شیش آلت بیست و هشت میشه بیست یرمی سکیز بیست هشت به همین شکل می نویسید شماره بیست چی میشه؟ یرمی شماره سه 3 شماره سی اوتوز شماره 19 میشه 10 9 پس من می نویسم اون دو کوز ده نه که میشه نوزده و عدد سه هم میشه 3 3. به همین راحتی اینها رو هم انجام دادیم امیدوارم که مطالب این ویدیو رو خیلی خوب یاد گرفته باشید و مفصل به مبحث حروف الفا و اعداد و روزها و ماهای سال هم مسلط شده باشید اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفا حتما لایک کنید و لطفا با توجه به زمان انتشار این ویدیو در روزی که منتشر میشه و شما میبینید لطفا به همون بگید که امروز چه روزیه و چه ماهی از سال هستش حتما کامنت کنید و آیدی اینستاگرامتون رو هم برامون توی کامنت ها بنویسید یا ایمیلتون رو باهاتون ارتباط میگیریم یادتون نره که یه سپرایز ویژه داریم برای شمایی که ویدیوها رو تا انتها میبینید و برامون کامنت میذارید باهاتون ارتباط میگیریم مرسی که همراهمون بودین مثل همیشه ازتون میخوام لطفا کانال رو سابسکرایب کنید اگر هنوز نکردید زنگوله رو فشار بدید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید راستی یادتون نره به دوستانتون هم کانالمون رو معرفی بکنید مرسی لکلن بیزیم لکلن